من و سردار سلیمانی الزاما هم هم نظر نبودیم در همه چیز، اما احساس میکردیم که ما موظفیم که با هم هماهنگ باشیم و این کارو میکردیم. و من اینو میتونم به جرأت بگم، من دیپلماسی رو بیشتر هزینه کردم برای میدان در طول کار من. هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن، من در دیپلماسی نیاز دارم. تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری. میگفت تو میری با لاوروف مذاکره میکنی، ازش 1, 2, 3, 4 بخوا. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت، برای شخص جناب علی یا برای کل نظام؟ برای نظام. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد. میدان بخواد تصمیم بگیره به جای، یعنی اهداف میدانی بخواد حاکم بشه بر استراتژی کشور، این میشه که میتونن با ما بازی کنند. اون میگه چون میدان اصله، اگر 2% هما امتر از ماهان باشه باید از هما استفاده کنم. حالا اگه این میخواد 200% به دیپلماسی ضرر بزنه باشه. ما قدرت رو داریم تک ساحتی میبینیم. میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه. حاکمیت یگان است. میدان تصمیم میگیره. آقای لاوروف برگشت مسکو، مورد حمله روزنامه های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلطه توی دامن غرب. آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود. در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفت نه، ما عبور کرده بودیم. یعنی روس‌ها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود. ببینین، پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. نیروی زمینی که اونجا داشت میجنگید نیروی ایرانی نه. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود. من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد. در اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد، ولی چون شما خواستین همه چی بماند، یعنی شما نمیتونید بگید چند نفر تو سوریه کشته شدن، شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده در سوریه. شما نمیدونستید؟ نه، شما میدونید همین هواپیمای اوکراینی، شما میدونید که آمریکا زودتر از من خبر حمله به عین الاسد رو شنید. یعنی آقای نخست وزیر عراق 45 دقیقه قبل از حمله به عین الاسد، دو نماینده نیروی قدس رفتن پلوش، گفتن ما به عین الاسد، نه به عین الاسد، ما به زودی به یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک خواهیم. چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه. سحرگاه. سحرگاه. من
ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگیر ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس کرد. گفتن نه، یعنی چی؟ برو برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه. صبح چهارشنبه میدونستن.